در مورد شیر ما توی قسمت فانکات به صورت ضمنی توضیحی دادیم، اینجا بیشتر به این عنوان به صورت خیلی دقیق تر میپردازیم. شما زمانی که کارتون تموم شد هم میتونید اکسپورت بکنید، هم میتونید شیر رو بزنید که خب از امکاناتی که قبلا توی درس فانکات توضیح داده شده میتونید استفاده بکنید. اما یک تفاوت خیلی عمده ای که اینجا شیر توی موشن با فانکات داره جزئیاتیه که اینجا میتونید شما تغییر بدید. یکی یوز پلی رنج که بین این و آتتون رو خروجی میگیره، نه کل کار رو. عنوان دیگه این های دیتیلز و شو دیتیلز که شما اگه بزنید میتونید تعیین بکنید از اینجا که وقتی تموم شد مثلا با چی بازش بکنه، با چه پریستی حالا خروجی بگیره. و این عنوان اینجا که خیلی مهم است، رنگ یا آلفا، رنگ و آلفا با هم، یعنی کالر و آلفا با هم، اینکه چه چیزهایی رو رندر بکنه، دپت آف فیلد، رفلکشن، شادو، لایتینگ. ما قبلا دیدیم که هر کدوم از اینها چقدر زمان رو میتونن کم یا زیاد بکنن. رندر کوالیتیش روی بست باشه، نورمال یا درافت، که طبیعتا من همیشه روی بست میذارم. اگر شما کار فیلد انجام میدید، برای تلویزیون میخواید بفرستید، فیلد رندرینگ آن باشه یا آف، موشن بلار و فریم بلندینگ که فقط برای اسلو موشن هاست. از اونجایی که ما اینجا اسلو موشن داریم اون رو من روشن میذارم. تنظیمات خودتون رو میتونید از اینجا انتخاب بکنید، اکسپورت رو بزنید و همونطور که توی درس‌های قبلی توضیح داده شده، اگر احیانا کلاستر داشته باشید میتونید ازش استفاده بکنید.